درود بر شما بینندگان گرامی شبکه جهانی پارس. من لیلا هاشمیان هستم و در این ساعت با خبرهایی از ایران و سایر نقاط جهان در خدمت شما عزیزان خواهم بود. نخست مرور خواهیم داشت بر خلاصه ای از مهمترین خبرها. فراجا قتل محمد میرموسوی جوان گیلانی را محصول عدم کنترل خشم و احساسات از طرف برخی کارکنان و بی‌اعتنایی به وضعیت متهم خواند. دادستان کل اوکراین یک سرتیپ سپاه پاسداران را به ارتکاب جنایت جنگی متهم کرد. خانواده های گروگان های اسرائیلی از تصمیم دولت اسرائیل به ماندن در محور فیلادلفی در غزه خشمگین شدند. وزارت کشور آلمان 28 شهروند افغان را به کابل بازگردانده است. ناو تودور روزولت دو ایرانی را در آبهای منطقه نجات داد. کاملا هاریس در یک مصاحبه تلویزیونی تاکید کرد که ارزش‌های او تغییری نکرده است. زهرا رحیمی قهرمان ایرانی پارالمپیک مدالش را از جکی چان دریافت کرد. وسیلی کشتیگیر سرشناس روس به محمد بخشی در لیگ برتر کشتی آزاد به اخراج او از رقابت‌ها منجر شد. توجه شما را به مشروع خبرها جلب می کنم. امروز جمعه 30 آگوست 2024 میلادی برابر است با 9 شهریور ماه سال 1403 خورشیدی. نیروی انتظامی جمهوری اسلامی امروز جمعه 9 شهریور ماه در اطلاعیه‌ای در مورد کشته شدن محمد میرموسوی در بازداشتگاه این نیرو در استان گیلان مدعی شد که او اقدام به ضرب و شتم در روستای ناصرکیاده در شهرستان لاهیجان، فحاشی و استنکاف از دستورات عوامل انتظامی و درگیری با آنان کرده بود. نیروی انتظامی در این اطلاعیه که از توی خبرگزاری حکومتی ایسنا منتشر شد، کشته شدن محمد میرموسوی را به هیجان ناشی از استکاک صورت گرفته میان مرحوم میرموسوی و عوامل انتظامی و عدم کنترل خشم و احساسات از طرف برخی کارکنان و بی‌اعتنایی به وضعیت متهم نسبت داده است. این ادعا در شرایطی مطرح می شود که نیروی انتظامی جمهوری اسلامی شواهدی در مورد آنچه در اطلاعیه‌اش نوشته منتشر نکرده است. پیش از این سازمان حقوق بشری هنگاه روز پنجشنبه 8 شهریور ماه اعلام کرد که از طریق منابع خود به اطلاعاتی دست یافته که نشان می‌دهد محمد میرموسوی اساساً برای شکنجه به پاسگاه ناصرکیاده لنگرود منتقل شده و در آنجا در پی شکنجه‌های شدید و در حالی که دست و پایش بسته بود به دست نیروهای انتظامی جمهوری اسلامی کشته شد. جمهوری اسلامی در ادامه فشار به خانواده‌های دادخواه فرامرز براهویی آبیل، کودک 15 ساله اهل زاهدان و برادر اسماعیل آبیل از جانباختگان جمعه خونین زاهدان را جهت اجرای حکم حبس بازداشت کرد. به گزارش رسانه‌های حقوق بشری، او که پیشتر از سوی دادگاه ویژه اطفال خراسان رضوی به 6 ماه حبس محکوم شده بود، روز سه‌شنبه 6 شهریور ماه بازداشت و برای سپری نمودن دوران حبس به کانون اصلاح و تربیت خراسان رضوی منتقل شده است. مجموعه خبری حالبش هم در همین ارتباط نوشته که اطلاع دقیقی از اتهامات مطروحه علیه این کودک عضو خانواده‌های دادخواه در دسترس نیست. فرامرز براهویی در 31 مرداد سال 1402 و در حالی که تنها 14 سال داشت توسط نیروهای امنیتی در شهر تربت حیدری بازداشت و بعد از 6 روز با وثیقه 300 میلیون تومانی و به طور موقت تا پایان مراحل دادرسی آزاد شد. گزارش‌های جدید آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که پنجشنبه 8 شهریور ماه به دست رویترز رسیده نشان می‌دهند که دیپلماسی هسته‌ای به دلیل انتخاب ماه گذشته مسعود پزشکیان رئیس جمهوری ایران و انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا که در ماه نوامبر برگزار می شود تا حد زیادی متوقف شده است. در قطعنامه آخرین نشست 35 کشور عضو شورای حکام در ماه جون که هر 3 ماه یک بار برگزار می شود، از ایران خواسته شده بود که همکاری خود را با آژانس بهبود ببخشد، اما گزارش‌های جدید آژانس اتمی نشان می‌دهد که این امر رخ نداده است.
در دو گزارش محرمانه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که روز پنجشنبه به کشورهای عضو ارسال شده آمده است که رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ابراز امیدواری کرده که با سفر زود هنگام او به ایران گفتگوی سازنده با پزشکیان برای دستیابی هرچه سریعتر به نتایج ملموس دنبال شود. دادستان کل اوکراین در شبکه ایکس اعلام کرد که برای یک سرتیپ سپاه پاسداران به نام عباس موسوی شریفی ملاسرائی به ظن کمک به روسیه در راه اندازی جنگ و حمله به اوکراین و ارتکاب جنایت جنگی علیه مردم این کشور پرونده ای گشوده شده است. رئیس اداره مقابله با جنایت جنگی در دادستانی کل اوکراین در یک برنامه تلویزیونی اعلام کرد که بازگشایی این پرونده کیپری به این معناست که طرف اوکراینی ایران را به عنوان یک کشور درگیر در جنگ در قلمرو خود شناخته است. به نوشته دادستان کل اوکراین، تحقیقات دادستانی نشان می‌دهد که حد فاصل ماه جولای تا آگوست 2022 نمایندگان ارتش روسیه با نمایندگان جمهوری اسلامی در مورد خرید پهپادهای تهاجمی شاهد 136 و مهاجر 6 و تجهیزات مربوط به آنها از ایران به توافق رسیدند. بعد از عقد قرارداد بین طرفین، کارشناسان ایرانی نظامیان روسی را برای استفاده از این پهپادها در عملیات‌های رزمی علیه اوکراین آموزش دادند. دادستان کل اوکراین در نوشته خود در شبکه ایکس اضافه کرده که از سپتامبر تا اکتبر 2022 یک گروه از مربیان نظامی جمهوری اسلامی دست کم 20 پهپاد تهاجمی را در مناطق دنپرو و میکولایف اوکراین به کار گرفتند که منجر به تخریب و آسیب به زیرساخت‌های غیر نظامی شد که تحت حفاظت حقوق بین‌المللی بشردوستانه قرار دارند. سرویس امنیتی اوکراین پیشتر نام این سرتیپ پاسدار را اعلام کرده بود و گفته بود که سرتیپ پاسدار شریفی ملاسرائی به طور مستقیم به فرماندهی گروه‌های اشغالگر فدراسیون روسیه در حملات به اوکراین کمک کرده و آموزش نیروهای روسی را سازماندهی کرده است. بحران کمبود آب در ایران ادامه دارد و تبعات آن در حال افزایش است. روز هفتم شهریور ماه یک کودک 5 ساله در یکی از دوستاهای شهرستان چابهار به داخل هوتک افتاد و غرق شد. هوتک برای ذخیره آب به منظور استفاده احشام است، اما با بحران کمبود آب مردم منطقه از این آب برای شرب استفاده می کنند. شماری از کودکان که برای برداشتن یا خوردن آب به کنار هوتک می روند به دلیل عدم فنس‌گذاری و سکوبندی اطراف این گودال‌ها هین جمع‌آوری آب در داخل این هوتک‌ها غرق شده یا طعمه گندوها می شوند. تا 10 سال گذشته تنها در شهرستان دشتیاری استان سیستان و بلوچستان دست کم 48 کودک به دنبال افتادن در هوتک‌ها جان خود را از دست دادند. کمپین حقوق بشر ایران با اشاره به حدود 1 ماه اعتراض و اعتصاب پرستاران و کادرهای درمان در بیمارستان‌های دولتی در شهرهای مختلف ایران نوشت که مقامات جمهوری اسلامی با نقض مداوم تعهدات بین‌المللی اقدام تهدید و بازداشت شماری از پرستاران معترض کردند. این نهاد حقوق بشری از مقامات جمهوری اسلامی خواست که به حقوق پرستاران و کادر درمان که از ارکان مهم سلامت جامعه هستند احترام بگذارند، حق اعتراض برای آنها را محفوظ بدانند و فوراً سرکوب‌های خشونت‌آمیز را متوقف کنند. به گفته هادی قائمی، مدیر کمپین حقوق بشر ایران، سالهاست که نیروی کادر درمان و پرستاران در ایران که عمدتاً زنان هستند به طور سیستماتیک مورد استثمار قرار گرفته است. برندگان هشمند، در این لحظه توجه شما را به پایین‌های بازرگان جلب می‌کنم. سرشناس‌ترین وکیل جامعه ایرانی دکتر کامران یدیدی، تصادفات اتومبیل، موتورسیکلت، صدمات بدنی، حمله حیوانات، زمین خوردگی. در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی کادر قدرتمند ما برگ برنده شما بر ضد شرکت‌های بیمه خواهد بود. فقط و فقط یک نام، دکتر کامران یدیدی. 818-999-99-99. معتبر، برا. جواهری پارس با مدیریت مسعود افلاطونی،
شنبه ها ساعت 13 به وقت لس آنجلس 818-377-31 818-344-5050 از شبکه جهانی تلویزیون پارس. به هیچ وجه نگران فروش خانه، باغ، ویلا و یا دیگر اموال خود در هر نقطه از ایران نباشید. این کار در تخصص وکلای ماست. شماره تماس 818-577-77-59-7 روز هفته 24 ساعته. توجه شما را به ادامه خبرها جلب می کنم. کابینه امنیتی سیاسی اسرائیل به رغم مخالفت وزیر دفاع این کشور به ادامه استقرار ارتش اسرائیل در محور فیلادلفی در مرز نوار غزه با مصر رأی داد. 8 وزیر این کابینه حامی ادامه حضور ارتش اسرائیل در کوریدور فیلادلفی بودند. یوآف گالانت وزیر دفاع با آن مخالفت کرد و ایتامار بن‌گویر وزیر تندروی امنیت ملی با درخواست برای اقدامات بسیار قاطع‌تر در غزه از دادن رأی خودداری کرد. وزیران حامی ادامه حضور ارتش اسرائیل در محور فیلادلفی با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر هم عقیده بودند که میگوید گروه افراطی حماس باید با استقرار ارتش اسرائیل در مرز غزه با مصر کنار بیاید و از اصرار برای پایان دادن به جنگ هم دست بکشد. نتانیاهو تاکید دارد که نباید امکان داد حماس که توسط آمریکا و اروپا هم گروه تروریستی شناخته میشود دوباره از طریق تونل ها در زیر محور فیلادلفی از خاک مصر تسلیحات وارد غزه کند. رأی کابینه محدود اسرائیل به ادامه استقرار نیروهای اسرائیلی در کوریدور فیلادلفی با خشم برخی از خانواده های 107 گروگان اسرائیلی باقی مانده در دست حماس روبرو شد. این خانواده ها در بیانیه ها و مصاحبه با رسانه های اسرائیل در روز جمعه 9 شهریور ماه گفتند هر زمان که دستیابی به توافقی برای آزادی عزیزان آنها روی میز است، بنیامین نتانیاهو آمدانه در آن اخلال می کند. ده ها تن از اعضای این خانواده ها روز 8 شهریور ماه با قرار دادن بلندگوهای بزرگ در مرز غزه نام فرزندان خود را فریاد زدند و به امید اینکه این ربود شدگان صدا را بشنوند از کوشش خود برای آزادی عزیزانشان سخن گفتند. برخی از این افراد سپس در اقدامی غافلگیرانه حصار مرزی را رد کردند و وارد غزه شدند و فریاد می‌زدند حال که ارتش نتوانسته فرزند آنها را آزاد کند خودشان در غزه جستجو را آغاز خواهند کرد. ارتش اسرائیل این والدین را به داخل اسرائیل بازگرداند و مانع از ادامه حضور آنها در منطقه جنگی غزه شد. خانواده های 25 تن از این شهروندان ربوده شده اسرائیلی روز پنجشنبه با ارائه شکایت به دادگاه عالی اسرائیل خواهان آن شدند که این دیوان مانع از آن شود که بنیامین نتانیاهو به تنهایی در مورد توافق احتمالی با حماس تصمیم بگیرد. وزارت کشور آلمان 28 شهروند افغان را به کابل بازگردانده است. این اولین اخراج شهروندان افغانستان از آلمان بعد از بازگشت طالبان به قدرت است. سخنگوی دولت آلمان تایید کرده است که اخراج شدگان همگی مجرمانی هستند که حکم اخراج دریافت کردند و حق اقامت در آلمان را ندارند. این اخراج ها از فرودگاه لایپزیگ به دنبال 2 ماه مذاکرات غیر مستقیم محرمانه با حکومت طالبان و با میانجیگری قطر صورت می گیرد. به گفته دولت آلمان به هر اخراجی 1,000 یورو پول داده شده است. در خبری کوتاه، در جریان حمله روسیه به یک کارخانه در شهر سومی در شمال اوکراین 2 تن کشته و دست کم 11 تن زخمی شدند. مقامات اوکراینی روز جمعه گفتند که در این حمله موشکی یک کارخانه بسته‌بندی غذای کودکان، نوشیدنی و لوازم خانگی هدف قرار گرفت. فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام اعلام کرد که ناو هواپیمابر تودور روزولت 2 شهروند غیر نظامی ایران را که در آب‌های بین‌المللی دچار حادثه شده بودند نجات داد. دریادار کریستوفر الکساندر فرمانده ناو گروه تودور روزولت از اقدام نیروی دریایی آمریکا در نجات این 2 شهروند ایرانی تمجید کرد.
ناوگروه ضربت تودور روزولت از 22 تیر ماه امسال وارد منطقه تحت پوشش سنت کامپ شد و یکی از ناوگروه هاییست که ایالات متحده در هفته های اخیر اعلام کرد که برای مقابله با گسترش درگیری ها در منطقه جابجا می کند. کامالا هاریس معاون رئیس جمهوری ایالات متحده روز پنجشنبه 8 شهریور ماه در نخستین مصاحبه تلویزیونی مهم خود از زمان آغاز تبلیغات ریاست جمهوری به عنوان نامزد حزب دموکرات آمریکا از تغییر برخی مواضع لیبرال تر خود دفاع کرد، اما تاکید کرد که ارزش های او تغییری نکرده است. خانم هاریس در مصاحبه با شبکه تلویزیونی CNN با اشاره به این موضوع که به دنبال اجماع است در مورد تغییر در سیاست‌هایش طی سال‌ها، به ویژه درباره عبور غیرقانونی از مرزهای ایالات متحده و ورود مهاجران به آمریکا گفت: فکر می‌کنم مهمترین جنبه سیاست و تصمیمات من این است که ارزش‌هایم تغییری نکرده است. خانم هاریس در این مصاحبه ضبط شده در ساوانا در ایالت جورجیا یکی از بالاترین اولویت‌های خود را تلاش برای تقویت و حمایت از طبقه متوسط دانست و افزود: وقتی به آرمان‌ها، اهداف و آرزوهای مردم آمریکا نگاه می‌کنم، فکر می‌کنم که مردم آماده پیمودن راه جدیدی هستند. و همچنین گفت که در صورت پیروزی در انتخابات ماه نوامبر سال جاری میلادی، از یک جمهوری‌خواه برای دولت خود بهره خواهد گرفت، اگرچه در این مورد به نام مشخصی اشاره نکرد. پاول دروب، میلیاردر 39 ساله فرانسوی و روسی الاصل، از سوی ایرنا بولگار، شریک زندگی پیشین و مادر فرزندانش، متهم به ارتکاب اقدامات خشونت‌آمیز علیه یکی از کودکانشان شده است. خانم بولگار در ماه مارچ 2023 میلادی شکایتی را علیه او در دادگاه ژنو مطرح کرده و اکنون دادستان فرانسه از سوئیس خواسته که درباره این ادعا اطلاعات بیشتری را در اختیار دستگاه قضایی فرانسه بگذارد. بر اساس شکایتی که علیه مدیر عامل تلگرام در دادگاه سوئیس مطرح شده، پاول دروف بین سالهای 2021 تا 2022 میلادی 5 بار به کوچکترین پسرش آسیب رسانده و حتی در یک مورد ظاهراً تهدید کرده که او را خواهد کشت. در این شکایت آمده که رفتار خشونت‌آمیز پدر با فرزندش باعث شده که کودک همواره مضطرب باشد، دچار مشکلاتی برای خوابیدن و همچنین شب ادراری و کابوس‌های شبانه شود. ایرنا بولگار ادعا می‌کند که آنها در پایان سال 2018 میلادی از یکدیگر جدا شدند و دروف کتباً متعهد شده که ماهانه 150 هزار یورو برای تأمین مخارج او و نگهداری از فرزندانش بپردازد. در این شکایت همچنین آمده که دروف از سپتامبر 2022 میلادی فرزندان خود را ندیده و حتی کارت‌های بانکی را که به خانم بولگار داده بود تا مبلغ 150 هزار یورو کمک هزینه ماهانه را از مسیران ها تامین کنند، اکنون مسدود شدند. رانندگان عزیز، بعد از چند پیام بازرگانی با ما باشید. With Sam, I think it was the best decision I ever made. He really helped me out, and he has really helped me out. So he's not too busy for me. He even gave me his cell number. دفاتر سامان هیدری، وکیل تصادفات در دو ایالت کالیفرنیا و لاس وگاس. My experience with calling Sam was very helpful because they're excellent. 818-818-0707. Him and his entire team is very professional. He leads a good group of people here, and I felt really safe and at home with them. He was very efficient in handling my case, and I would definitely recommend anyone for an injury of any kind to offer their assistance. HeyDariLawGroup.com. وست ساید مدیکال فارمسی در 11968 ویلچر بولوار در خدمت جامعه ایرانی. داروخانه وست ساید مدیکال به مدیریت دکتر سویل کاتوزی با همکاری تکنیسیان‌های مجرب و ارائه واکسن‌های روز. تحویل رایگان دارو به منازل شما در همه مناطق، به خصوص بیورلی هیلز، ولی، وست الی و سانتا مونیکا. دوشنبه تا جمعه 10 صبح تا 5 بعد از ظهر. تلفن 310
1-800-441-1200. داروهای گیاهی دکتر سهراب خوشبین نیز در وست ساید مدیکال فارمسی موجود است. به به، هیچی مثل دوغ بیبلوس نمیشه. یادتونه قدیما میرفتیم لب چشمه، درکه، دربند، چلو کباب سفارش میدادیم؟ غذا به همون نمیچسبید تا اون دوغ محلی و طبیعی رو مینوشیدیم. الانم تنها دوغی که کاملا به یاد دوغای خونگی خودمون میندازه دوغ بیبلوسه. سالم، کاملا طبیعی، خوشتم، تهیه شده از ماست و شیره بدون هورمون و مواد افزودنی. امتحان کنین، خودتون تایید خواهید کرد که هیچ چیزی مثل دوغ بیبلوس نمیشه. ایرانیان عزیز ساکن آمریکا و کانادا، برای رفع مشکلات حقوقی شما در ایران با منوچهر معتمر مشکل حقوقی شما حل شدنی است. فروش املاک شما در ایران جهت ایرانیان خارج از کشور، اخذ اجازه اوفک پیش از فروش املاک، انجام کلیه امور حقوقی مربوط به دادگاه‌های حقوقی و تجدید نظر در دیوان عالی کشور، دریافت شناسنامه، گذرنامه، تنظیم وکالتنامه، اعم از کاری و فروش، ثبت رسمی ازدواج و طلاق شرعی. با منوچهر معتمر مشکل حقوقی شما در ایران حل شدنی است. تلفن 949-202-7288. خوشبختانه همه چی قانونن درست شد. خبرها را دنبال میکنیم. گزارش ها حاکی از مرگ دست کم 6 تن بر اثر طوفان قدرتمند شانشان در ژاپن، علی‌رغم تبدیل آن به طوفان استوایی و ضعیف‌تر در روز جمعه 9 شهریور ماه است. این طوفان که در هنگام وقوع یکی از شدیدترین طوفان‌هایی بود که در دهه‌های اخیر ژاپن را در نبرد دیده، جزیره کیوشو را در روز پنجشنبه با تندبادهایی با سرعت تا 252 کیلومتر در ساعت در هم کوبید. سرعت این طوفان در روز جمعه به 108 کیلومتر در ساعت کاهش یافت، اما بر اساس گزارش خبرگزاری فرانسه به نقل از منابع محلی همچنان با باران شدیدی همراه است و هشدارها درباره احتمال ایجاد تخریب راه‌ها و رانش زمین برقرار است. در نخستین روز از آغاز رسمی بازی‌های پارالمپیک 2024 در پاریس، زهرا رحیمی، نوجوان 15 ساله، در پاراتکواندو موفق به کسب مدال نقره شد. اولین مدال کاروان ورزش ایران در پارالمپیک امسال را جکی چان، ستاره سرشناس سینما و هنرهای رزمی، به خانم رحیمی اهدا کرد. زهرا رحیمی 15 ساله، جوانترین ورزشکار اعزامی ایران به پارالمپیک پاریس است. سیلی کشتیگیر سرشناس روس به محمد بخشی در لیگ برتر کشتی آزاد به اخراج او از رقابت‌ها منجر شد. به گزارش ایسنا، در جریان برگزاری هفته نخست لیگ برتر کشتی آزاد، تیم صنایع غذایی معینی‌پور با نتیجه قاطع 8-2 از صد تیم پانلا گذشت. اما در جریان برگزاری مبارزه وزن 74 کیلوگرم، رسول قاضی ماگومدوف، دارنده دو مدال طلای جهان از روسیه که برای تیم پانلا کشتی می‌گیرد، مقابل محمد بخشی با انجام حرکت غیر ورزشی به صورت او سیلی زد. این اقدام کشتیگیر مطرح روس به اخراج او از مسابقات لیگ ختم شد. بیانگان عجمن، به پایان بخش خبر رسیدیم. سپاسگزارم از شما عزیزان که تا این لحظه با ما همراه بودید و تشکر میکنم از همکارم در اتاق فرمان آقای شهرتی. روزگار خوشی رو براتون آرزو میکنم.